السلام علیکم افغانستان بندر د نجیب سره خو دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. به تاسو یو ډیر خوندور میوزیکل بندر لرو چې تاسو به د نن بندر نه هم خوند واخلي. لمه سره چې کوم ملما دی هغه سندرغاړی تاسو ډیر خوښ دی، ډیر ښایسته غږ لري، زریالی ګل شراغلاس قربان نرسنه. مخکې نجیبی بی بی تا ته او د اریانا نړیوال تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او احترامات لرم. وعلیکم السلام. دا ګل چې دی دا د خپل اضافه کړی که دا د مور اضافه کړی که دا خلکو اضافه کړی؟ ګل خو خپله ښایسته شی ده. نو چا دا اضافه کړی؟ زما د پلار نامه کې ګل راځي. ستاسو د والد صاحب؟ زما د والد صاحب نوم ګل دی. ښه، ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ګل خپله مې یو ښه څیز ده. بالکل بالکل بالکل. او زریالی ګل سره چې کوم دوستان راغلي دي، میوزیشنز راغلي دي، غواړم چې هغې هم تاسو در معرفي کوم، ځکه چې دا بنډار میوزیکل بنډار چې د هغې نه بغیر نه شي کېدی. که څنګه داسې ده که نه؟ نو له ما سره دلته په تبله باندې ناست دی اول خان، او سکسافون باندې دی قدرت الله، په رباب باندې له موږ سره دی داد محمد، او کیبورډ باندې له موږ سره دی باسین، او سپیډي باندې له موږ سره دی ملیار. تاسو هم ښه راغلاست. صحیح ده. کیبورډیست لکه چې خفه دی؟ خن خفه خو نه یې که نه؟ اوکې صحیح ده. ما سکرس پیسې نه دي اخیستې البته. صحیح ده. ښه، نو زریالی جانه اوس به ولاړ شو اشپزخانې خواته چې نن یلدا موږ او تاسو ته څه خواړه تیاروي. صحیح ده. زه به ولاړه شم او چې کله چې خواړه تیار شو به تاسو له ځان سره بوزم. صحیح ده. او تاسو زما دا ښایسته کالي ګورئ افغاني چې یو نوی ډیزاین دی د بلاورین بوتیک یا برینډ د خوانه. او یس، نو ښه سپک هم دي او هغه ټریډیشنل لوک هم ورکوي او ماډرن هم دي. نو بلاورین چې کوم برینډ دی د کالو، افغاني کالو د نوي سټایل دپاره همیشه یاد ساتي، او زه تشکری کوم چې دومره ښایسته کالي زما دپاره ډیزاین کړي دي بلاورین. او بلاورین سره زو د اشپزخانې خواته سلام. سلام نجیبه جان، خوش آمدی. خوب هستی؟ تشکر. زنده باشین. بخیر باشین. تشکر. یک سلام به تمام بینده عزیز، آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشین. دوست عزیز، امشب شما خواستم یک نوع کباب آماده کنم که کباب با بادمجان سیاه میباشد. یک دفعه میریم نخنا میشه میبینیم، بعد از سرتر استایش صحبت میکنم. د غوښې کباب له تورو بانجانو سره لازمه مواد: غوښه نیمه کیلو 200 افغانۍ، تور بانجان نیمه کیلو 40 افغانۍ، رومي بانجان 3 دانې، زیتون د ضرورت وړ، سرکه 2 قاشقې، رب 1 قاشقه، مرچ او مساله د ضرورت وړ، غوړي د ضرورت وړ. ښه، نو تور بانجان ښه ځکه چې زه فکر کوم آیرن زیات لري. سایس بل نو ايرن چې دې موږ تاسو ورته ضرورت لرو، بلډ ته، وینې ته. او دا چې موږ غوښه خلک ډېر زیات خوښوي په افغانستان کې، نو غوښه موږ سره شته. او بانجان سیام دی. آفرین. یلدا جان، یې چه رقم پخته کنیم؟ بله دوستا، عزیز اینجا روغن ماندین، روغن که داغ شد بانجان سیای تنه خط خط پوست میکنین، به این شکل پوستش کاملا نمیگیرین، خط خطی رو پوست میکنین، به این شکل توته میکنین، روغن میمانه که سرخ شه، بانجان سیا رو سرخ میکنین. بانجان سیای تنه که سرخ شد کاملا از روغن بیرون میکنین. اینجا گوشت و کوفته داریم دوستا عزیز. یک قاشق مرچ سرخ مندازین، نیم قاشق زیره مندازین، یک قاشق تخم گشنیج، یک کمک زردچوبه یک نیم قاشق و یک قاشق نمک. اینو خوب میکس میکنین. وقتی که تو مواد میکس کردین به می شکل کیز، به می شکلی لوله میکنین. اینم دقیقش در روغن سرخ میکنین، دوباره از روغن میکشین، یک عدد پیاز و دو عدد بانجان میره مقلقه میکنین، روغن دیگه کم میکنین، بعد از اون بانجان میره همراه پیاز مندازین در روغن، سرشام زیتون مندازین، خوب یک چند شور میتین که کمک شو تگکشا. وقتی کم شوتا شد اینجا رب داریم، یک قاشق رب همراه یک قاشق سرکه خوب حل میکنیم، رب هم در سرش مندازیم، خوب شور میتین. بعد از این مواد که سرخ کردیم در قوری میچینیم، بعد از این ساس که به حساب جور شده در دیگه که بانجان می پیازی رو در روش پاش میتیم، امرای گشنی دیزاین میکنیم، امرای نان گرم نوش جان میکنیم. خب یلدا جان، امیره کی گفت که کلش پوست نمیکنه؟ بله. بانجان سیا چرا؟ به خاطر از اینکه بانجان سیا که پوست پخته شه مزیش 100 برابر میشه. خب که پوست، ولی به خاطر بعضی کسا که خوش دارن اینا در ایراد زیاتر بانجان سیا رو میرقم پوست میکنن، اینا خط خط پوست میکنن، یگان خط نگاه میکنن، بسیار مزه خاص میده. فکر کنم میره با استایل جور. نه، یکم خود ته زیاد چوچه نمیکنه، زیاد در روغن خود او نمیکنه، همه تو سالم میمانه. خونی خاطر زیاد خود او نمیکنه. نشان بتین کی چه رقم؟ نه نه، رقم نه ایره نی بود کی شما تو تا کردین؟ نه، که تو تا کردین مینه به این شکل دوست عزیز. همین به این شکل تو تیش کنین، به این رقم دراز دراز باز گفتارم به می رقم لولا لولا کنین، به می رقم خود بانجان. که وقتی که تو بانجان ایده قوری چینده میشه، خوب مقبول معلوم میشه و مزیش هم خاص میباشه. بسیار خوب، بسیار خوب. اینا یلدا جان، شما میبینین که همیشه آشپزی برتان چیزایی که ما شما پخته میکنیم، بانجان سیاه پخته میکنیم، گوشت پخته میکنیم، و ای که دایی
یک نوای نو است. نه بله بله نو بری است. زیتون هم بله زیتون در بینش میندازیم و بانجان رومی هم است. بانجان رومی هم است. و روب هم است. روب بخاطر که کم زر ترش بیاید؟ کمک ترش یا کمک رنگش ها. اما رنگ مستساس وار میشه باز بله. کمک رنگش خوب میشه در روی زی که مندازی بسیار مقبول مال میشه. تشکر یالا جان. تشکر. امده سر زو دمی خواتا چی دمواخلو بیابی ترسان کی گو بندار. دانه جی بیسره.